و شما عزیزان به جلسه دعا خوش آمدید. امروز طبق معمول هر روز که از دوشنبه تا جمعه با شما دعا میکنیم، جمع شدیم تا اینکه نام قدوس او را بستاییم و برای درخواستایی که به ما داده شده تک تک دعا بکنیم. درخواستای شما برای خداوند خیلی مهم هستش و همطور برای ما مهم هستش و میخواهیم که از این طریق نام خدا در زندگی تک تک ما جلال پیدا بکنه. امروز 6 اکتبر 2016 هستش، روز پنجشنبه، و به فیض خداوند میریم که با هم نام خداوند رو جلال بدیم. کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیه 10 میفرماید که نام عیسی برتره و یک روزی هر زانوی باید در برابر عیسی مسیح خم بشه. ما غالبا این آیه رو استفاده میکنیم برای این امر که مردم او را بشناسن، نزد او زانو بزنن، او را به عنوان خداوند و نجات دهنده خودشون بپذیرن. درست هستش، ولی این مطلب فقط راجب انسان ها نیستش، بلکه راجب مشکلات ما هم هستش. هر چقدر هم مشکلات ما بزرگ باشن، هر چقدر هم که مسائل ما، درخواستای دعای ما بزرگ باشن، ما چیزی رو نباید فراموش کنیم و اونه که نام خدای ما برتره و یک روز، بلکه همین امروز، همین امشب، هر زانوی باید در برابر عیسی مسیح خم بشه. پس با این دید اومدیم که درخواستای خودمون رو به حضور خدا ببریم. با این دید اومدیم که خداوند میخواد که در درخواستای ما نام خودش رو جلال بده. چند لحظه او رو ستایش بکنیم. اعلان کنیم خداوند که نام تو برتره. نام تو بالاتر از هر نامی است. بالاتر از پیامبر، بالاتر از امام مرده، بالاتر از هر انسانی روی زمین، هر پادشاه، هر رهبر، هر رئیس جمهور، هر نخست وزیر، هر کسی که در رأس هستش، نام تو برتره. ای خداوندا، اعلان میکنیم خداوندا که تو شایسته هستی هر زانوی در برابر تو خم بشه. نزد تو زانو میزنیم، نزد تو تعظیم میکنیم. ای خداوندا، میگوییم تو خداوند و پادشاه ما هستی. میگوییم که تو لیاقت داری که در رأس زندگی ما قرار بگیری. ای خداوند عزیز، امروز دعا میکنم خداوند به دعای متحد فرزندانت گوش کنی. ای خداوند، آمده تک تک این موارد رو، خداوند که تو میدونی از قبل با خبر هستی، ای خداوند تک تک این موارد رو ببین و بشنو. ای خداوند، و اگر اراده تو هست خداوند نام خودتو جلال بده. همینطور به سنهای تو آمده ایمی خداوند، چون تو خدای ما هستی، چون تو گفته ای اگر به نام من به طلبید به شما داده خواهد شد، چون تو گفته ای که اگر دو نفر از شما روی زمین با هم متحد بشن. او خداوند، ما بیش از دو نفر هستیم، ما با عزیزان ما متحد میشیم، در روح القدس متحد میشیم ای خداوند، و میخواهیم نام قدوس خودت رو جلال بدهی. تو رو شکر بکنیم ای خداوند. حتی به محض اینکه داریم برای درخواستای عزیزان ما دعا میکنیم، دعا میکنیم ما رو لمس هم بکنی خداوندا، که اگر از اینجا میریم ای خداوندا، بگوییم حقیقتا خدا ما رو ملاقات کرد، حقیقتا او را چشیدیم. چنان که موسی وقتی به بالای کوه می آمد ای خداوندا، نزد تو زانو میزد ای خداوندا، نزد تو دعا میکرد، تو میشنیدی، تو رو لمس میکردی، که تو رو ملاقات میکردی. بله عیسی، به اختیار و به قدرت نام قدوس تو آمده ایم، به شجاعت نام تو آمده ایم ای خداوند، چون تو نجات دهنده ما هستی، چون تو منجی ما هستی. نام قدوس خودت رو برافراز ای خداوند. هللویا، هللویا، هللویا. دوستان، امروز درخواست های دعایی هم داریم که خدمتتون میگم با من متحد بشید و با هم دعا بکنیم. نام محفوظ هستش. میگویند درود بر شما بردلاتان عزیز، وقتتون بخیر. دعا میکنم شما و خانواده خوب باشید. درخواست دعا داشتم. خیلی ممنون عزیزم. حدود 2 روزی که در قسمت سینه راستم درد وحشتناکی حس میکنم و این درد کلافم کرده و امشب دیدم که به برآمدگی کوچکم وجود داره و خیلی ممنون، نگرانم کرده، خیلی منو نگران کرده. خواهش میکنم دعا کنید که چیزی نباشه به دعای شما. هللویا، هللویا. همونطور که خواهر جان دیروز با شما دعا کردیم، ایمان داریم خداوندا. هللویا. کلام تو میفرماید در قرنتیان که ما معبد روح القدس هستیم. ایمان داریم که در معبد روح القدس، جایی که تو حضور داری خداوندا، آنجا شفا جاری است.
آنجا آزادی است، اونجا برکت. ای خداوندا، الان با این عزیز متحد میشیم خداوندا، در نام پر جلال و قدوس تو دعا میکنم خداوندا که دست مبارک تو بر عزیز قرار بگیره. ای خداوند، هر چیزی که از تو نیست همین الان به زیر پای تو میندازم ای خداوندا، و اعلان میکنم شفا و برکت تو را ای خداوند عزیز. هللویا، شفا و برکت تو را در نام قدوس عیسی. هللویا. یک عزیز دیگه نامشون محفوظ هستش، گفتن برادر لاتان عزیز و خواهر نازنین عزیز، خدا را شکر برای وجودتون. لطفا برای تینا در دعا باشید تا خداوند به او حکمت و عطای معرفت و شناخت بدهد و او را ملاقات نماید و او را از هر درد و مرض و بیماری شفا و وجودش را از حضور روح القدس پر سازد و زندگیش را برکت دهد. دوستان ناباب از زندگی او دور شوند و افرادی که میخوان از او سوء استفاده کنند تمامی نقشه هایشان بر او آشکار شود. و ادامه میدن میگن که برای کار موفق، ازدواج موفق و زندگی موفق این عزیز دعا بکنیم. هللویا. خداوند متحد میشیم با این عزیز. ای خداوند، برای تینا جان دعا میکنیم. بله ای خداوند، کلام تو در یعقوب میفرماید حکمت از جانب تو میآید. ای خداوند، وقتی سلیمان از تو حکمت خواست او را کامیاب ساختی. ای خداوند، دعا میکنیم در نام قدوس عیسی مسیح این عزیز را همین الان ملاقات بکنی. ای خداوند، فکری برتر، فکری شایسته، فکری که از آسمان هست به او عطا بکنی. خداوند، که تصمیمی که میگیره ای خداوند، مهم نیست که افرادی که دور برش هستن کیا هستن، ما نمیتونیم افراد رو عوض کنیم ای خداوند، ولی مهم اینه که تو به او حکمت بدی، چنان که در مزمور یک گفتی خداوند که اگر در حضور من بمانید در مجلس استحصا کنندگان نرید، کامیاب خواهید شد، موفق خواهید شد. دعا میکنیم خداوند به او حکمت بدی ای خداوند، که بتونه درست انتخاب بکنه، درست با افراد مناسبی که وارد زندگی او میشن رفتار بکنه. ای خداوند، افراد درستی باشن. ای خداوند، برای ازدواجشون دعا میکنیم. ای خداوند، دعا میکنیم ازدواجی مقدس و روحانی، او ازدواجی تقدیس شده از آسمان عطا بکنیم، چون ازدواج برای تو مقدسه. ای خداوند، و تو میخوایی که جوانان ما، خانواده های ما در ازدواجشون موفق و کامیاب باشن. ای خداوند، برکت رو اعلام میکنیم، شکرگزاریم پیشا پیش برای آنچه که تو برای تینا جان در نظر داری. غزل بانون عزیز با ما تماس گرفتید و گفتن درود به شما، به شدت به دعا نیازمندم، دلال های خانه و فروشنده سابق باغ من دارن سرم کلا میگذارن و حقم را نمیدهن، دارم باغم را میفروشم و حال شهرداری اعلام کرد که زمین 80 متر کمتر توضیح میدن، مبلغ رو به من نمیپردازن و میگویم برو شکایت کن. پدر برایم دعا کن. البته من کشیش هستم، پدر عبارتی که باید به خدا گفت. جز عیسی مسیح خداوند هیچ کس رو ندارم و میخواهم به فروش باغ به خانه در تهران منتقل شوم. خیلی ممنون، براتون دعا میکنیم خداوندا. با خواهرم متحد میشیم در نام قدوس و پرجلال تو، دعا میکنیم به ایشون حکمت بدی، به ایشون شجاعت بدی که قدمی که برمیدارن ای خداوند کاملا از تو باشه. ای خداوند، همچنین دعا میکنم در نام پرجلال عیسی مسیح که عطا بکنی عزیزانی که به ضدش هستن، افرادی که به ضدش هستن ای خداوند، میخوان حقشو بخورن ای خداوند، ملزم بشن و خداوند آنچه را که حق فرزند تو هست ای خداوند، در عدالت، در درستی، در صحت کامل خداوند به او بپردازن. برکت بدیم خداوند این عزیز را. او خداوند، در نام قدوس عیسی مسیح زنده. آمین آمین آمین. ماریا جان تماس گرفتن. ماریا جان خیلی طولانی نوشته بودید، من خلاصش کردم، خودتونم گفتید ببخشید طولانیه، ولی من نمیتونم همه رو بخونم چون وقت ما کمه. میگویم که من ماریا هستم، دو درخواست دعا دارم. درخواست اول اینه که با من متحد بشی، پدرمون که در بستر بیماری هستش، بستر مرگ البته نوشتن، 78 سال داره و با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکنه واقعا، و مذهبی مسلمان سرسختی هم هستش، کاملا فروتن شده و
عیسی مسیح رو به عنوان خداوندش بپذیره، و دوم این که میخوان از ایران خارج بشن. توضیح دارن میدن که من کلیسا ندارم، میخوام برم خارج از کشور و خدا رو خدمت کنم، تعالیم رو که دریافت کردم به دیگرانم بدم. با هم متحد بشیم دوستان، در نام قدوس عیسی مسیح خداوند ماریای عزیز و خانوادهش رو به حضور تو میارم. این پدر رو خداوند که خداوند پزشکا رو ردش کردن و میگوین که امیدی وجود نداره، این خداوندا اگرچه ما دعا میکنیم که عمر بیشتری بهش عطا بکنی خداوندا، ولی هر چقدرم که عمر او خواهد بود خداوندا باشه که او تو را ملاقات کرده و ابدیت رو با ما و با دخترش خداوند در حضور تو بگذرانه. این پدر رو به حضور تو میارم ای خداوند، در نام قدوس و پر جلال مسیح زنده او را ملزم کنه. ای روح قدوس عزیز، تو گفتی بر در قلبت ایستاده میکوبم، او خداوند الان بر در قلب ایشون بیست و بکوبه ای خداوندا. او را ملزم کن در خواب و رویا، در بیداری اگر فرشتگانت رو میفرستی ای خداوندا، باشه که این عزیز تو را ملاقات کرده، زندگیش تغییر بکنه ای خداوندا و اطمینان نجات رو پیدا کنه خداوندا. برای خواهر دعا میکنیم که اگر خرادی تو اینه که به خارج از کشور بیانه خداوند، درها براشون باز بشه خداوند، افرادی که میتونن به او کمک بکنن، افرادی که میتونن پولی باشن از جانب تو خداوند عزیز، بتونن خداوند به عزیز کمک بکنن که به مقصدی که تو براشون در نظر داری برسن خداوند. اما در همینجا دعا میکنیم خداوند درهای کلیسا در ایران باز بشه خداوند، قلب رهبران ایران رو تغییر بده، لمس کن ایسا، به خودشون رحم کن، به خانوادهشون، به بچه هاشون. ایسا درهای کلیسا باز بشه که بسیاری بتونن به آزادی نام تو رو عبادت بکنن، که خداوند مجبور نباشن به خارج از کشور برن. اگر میخوان در کشور ایران، در افغانستان، در تاجیکستان مانده تو رو عبادت بکنن ای خداوند. درهای باز رو برای کلیسا ایران اعلان میکنیم، خست خاطر نمیشیم از این دعای خداوندا، بلکه چون میدانیم تو وعده داده ای که تخت سلطنت خود را در ایران بنا خواهی کرد، میستیم و دعا میکنیم باشد که ما در حیات خودمان اون روز رو ببینیم ای خداوند عزیز. او خداوند ایسا، درهای کلیسا را باز کن ایسا جان، ایسا جان، ایسا جان، در نام قدوس مسیح زنده. ماهرخ جان با ما تماس گرفتن، خواهر جوان ما، خدا رو شکر برای وجودتون، سلام کشیش اللهتان، فیض و قوت خداوند عیسی با شما باشه. خیلی ممنون خواهر گلم که همواره در مسیح خدمت میکنی. اگر میشه برای کودک 6 ماهه به نام دانیل که دچار بیماری در ناحیه مغز و عصب است به طور خاص در دعا باشه. این کودک خیلی نیاز به دعا داره. بی نهایت سپاسگزارم، برکت مسیح در زندگیتان جاری بشه. عزیزان بید با هم متحد بشیم با ماهرخ جان و دعا بکنیم برای کودک 6 ماهه. در نام قدوس عیسی مسیح زنده خداوند دانیل رو به حضور تو میاریم ای خداوندا. این هدیه‌ای که تو به خانواده‌اش عطا کردی، دعا میکنیم در نام پرجلال عیسی مسیح زنده همین الان او را شفا بده ای خداوندا، شفا رو برای او اعلام میکنیم ای خداوندا. به او حیات داده ای، بگذار که در تندرستی روش کنه خداوندا، بگذار که خداوندا عزیزانش ببینن که عیسی مسیح زنده او را شفا داده. هللویا، خداوندا تو میتوانی، تو قادر مطلق هستی، برات کوچیک و بزرگ فرق نمی کنه ای خداوندا، که والدین او، هموطنان ما، دوستان ما، اقوام او ببینن ای خداوند عیسی زنده است، عیسی زنده است. او را لمس کنه خداوند، شفای کامل بده در مغز و عصبش ای خداوند عزیز، مغز کامل. او خداوند، دست سوراخ شده تو بر او قرار بگیره ای خداوند. تو گفتی هرگاه دست بر مریضان بگذارید به نام من دعا بکنید، ایشان شفا خواهند یافت. بر او دست بگذاریم ای خداوند، شفای تو را اعلام میکنیم ای پسر خدا. هللویا، شکر بر نام قدوس عیسی مسیح. منصور جان تماس گرفتن، سلام برادر عزیز، خواهشمندم برای خواهرم به نام مریم که عملی در پیش داره و تصمیم بزرگی در زندگیش گرفته میخواد بگیره، در دعا باشید. شلام خداوند عیسی مسیح با شما باد، آمین.
خواهشمندم برای لمس قلب خانواده‌ام در دعا باشید. برکت پدر با شما باشد. خیلی ممنون منصور جان. در نام قدوس عیسی مسیح با شما متحد میشیم. برای عمل جراحی مریم جان دعا میکنیم. برای این تصمیمی که دارم میگیرن ای خدا من دعا میکنیم. در نام پرجلال قدوس عیسی مسیح دعا میکنیم دست شفا بخش تو ای طبیب اعظم بر او قرار بگیره ای خداوند عزیز. با او به اتاق عمل برو، از پزشکان، از پرستاران، از متخصصین استفاده کن ای خداوند، و نام قدوس خودتو جلال بده. اگر امکان داره خداوند قبل از اینکه حتی به اتاق جراحی بره شفای تو در بدن عزیز کامل بشه، که همه ببینن تعجب کنن ای عیسی مسیح زنده، زانو بزنن که تو خدای قادر مطلق هستی. تو را ستایش میکنیم ای پسر خدا، تو لیاقت داری ای خداوند که نام جلال بیابه. قدوس 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 قدوس. دوستان عزیز، همین یکی دو سال پیش بود که پزشکا به من گفتن که مادر من باید عمل بکنه و قده داره. ایشون قبلا از سرطان شفا گرفته بود و ما برنامه‌ریزی کرده بودیم، به کلیسا گفته بودیم که پنجشنبه صبح زود ما میریم برای عمل جراحی و لطفاً در دعا باشید. و یاد بیاد دارم که همان روز دکتر زنگ زد گفت لازم نیست که ایشون بیاد و عمل جراحی بشه. ما قده‌ای در بدن ایشون ندیدیم در آخرین آزمایش، و امروز خدا رو شکر مادر من شفا یافته هستش. عیسی مسیح میتونه هر قده‌ای رو برداره. اگر شما قده‌ای دارید یا عزیزی هست که فکر میکنید به بیماری لاعلاجی گرفتاره، در نام عیسی مسیح شفای او را دریافت کنید. در نام پرجلال مسیح اعلان کنید، با زبان خودتان دستاتون رو بلند کنید، بگید من شفای خودم رو دریافت بکنم. من میپذیرم که پدر بهترین رو برای من میخواد. در نام قدوس عیسی مسیح زنده. اگر شما عزیزی هستید که وارد این اتاق شدید و بنابه دلیل نمیخواید بگید که برای چی باید برای شما دعا بشه، من ایمان دارم که خدا دعای شما رو میشنوه. در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنم برکت، شفا و قوت خدای قادر مطلق بر شما همکنون قرار بگیره. لحظاتی تو را میپرستیم ای خداوندا، شکرت میکنیم که جواب دعاهای ما رو دادی. پیشا پیش سپاسگزاریم ای خداوندا، جلالت میدیم ای خداوند عزیز، جلالت میدیم ای قدوس. متبارک باد نام تو، متبارک باد نام تو. تو قابل ستایش هستی، تو شایسته ای که در این دعاها جلال بیابی. متشکریم که دعای ما را شنیدی، سپاسگزاریم ای خداوند، چون در نام قدرتمند عیسی مسیح دعا کردیم و دریافت کردیم. هللویا. عزیزانی که تو این لیست بودید، وقتی این دعاها رو میشنوید، چه صوتی چه میبینید، بپذیرید دعای خودتونو. اگر برای قسمتی از بدن شما دعا شده دست بگذارید، بگید من دریافت بکنم شفای خودم رو، میپذیرم تا مادامی که شفا در شما کامل بشه. اگر مشکل مالی بوده، هر چی که هستش، شفا رو بپذیرید، برکت رو بپذیرید، تغییر رو بپذیرید، چون خدای ما شایسته جلال هستش. شما رو دوست داریم. میریم برمیگردیم فردا جمعه، آخرین روزی که دعا میکنیم توی این هفته با شما خواهیم بود، ساعت 10 شب به بعد به وقت ایران عزیز. خدا برکتتون بده. فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با شما باشه. شاد باشید دوستان.